هستی ما شما مهربانان برنامه ادامه داره و دوستای عزیز طوری که مشاهده می‌کنید قبلا هم گفتم که چون آقای اچکزه امروز هم روزهای سه‌شنبه با ما هست، امروز هم هستن، اما یک موضوعی که می‌خوایم اینجا اشاره بکنم از فرصت استفاده بکنیم این هست که طوری که در جریان هستید موتورسیکلت هایی که دو پشته هستند به نوعی باید با اونا برخورد قانونی میشه و میشه و همچنین جواسیر باید داشته باشن. یک موضوعی رو من میخواییم بگم، زمانی که خدای ناخواسته یک قتل میشه، یک ترور میشه، یک مشکلات ایجاد میشه، همه میریم طرف دولت، چرا این شد؟ اما زمانی که طرح میخواین تطبیق بشه، هیچ کدوم ما خواهان تطبیق اونیم. من عنوان یک شهروند واقعا موافق همین هستم که بعد همین طرح دو پشته سکل ها میبینیم، همه ضربات از این ناحیه میبینیم و موارد دیگر که هسته. اما وقتی که مدیریت ترافیک و همچنین مسئولین دیگر میخوان که طرح تطبیق بشه، کل از ما میایم مداخله میکنیم، بزرگا میان مداخله میکنن، خب پس از ماست که بر ماست، نمیخوایم مشکلات کم بشه، پس در قسمت تطبیق طرحهایی که سودمند هست و موفق هست دولت همکاری بکنه. آقای اچکزی سلام دارم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید برنامه و میخوایم که ابتدا راجع به همین طرحی که اشاره کردم صحبت بکنه. تشکر، من عرض سلام دارم خدمت شما همکارا و سلام باشم بینندگان محترم تلویزیون اصلاح عصر، همگی بخیر. به اساس شکایات بگیم ناامنی هایی که در این اواخر در ایراد بوده و موضوعات به یک پروسیجر یا یک کمیسیونی که به نام میثاق امنیتی برابری شخص جناب ولی صاحب قومندان صاحب محترم امنیه و بالاخره شورای نظامی محترم ولایت ایراد فیصله کرده که باید وسایط موتورسیکل به خصوص اونایی که استفاده از دو سرنشین دارن اینا توقف داده شه و به مدیریت ترافیک انتقال داده شه، برای باشه که جلوگیری از ناامنی هایی که در داخل شهر بوده و یایی که باید این وسایط خویی مردم به مدیریت ترافیک مراجعه کنم و جوارسیر و پلیت قانونی اخذ بکنن و این پروسه ادامه داره، شاید که تا دیر وقت ادامه داشته باشه و این پروسه عملی شه و به این جنوان دیگه برای اشخاصی که استفاده از دوسرنشین دارم در اسنای رانندگی موتورسیکل برای از اینا اجازه نداده، صرف به استثنای خانوما او را استثنا قرار دادم، ولی نظر به می فیصله که شده بعد تمام 15 عضوی امنیتی را هدایت دادن و مدیریت ترافیک هم در پلو از اینا هست، پرسنل که باید بره داخل شهر چک پوینت ها کنترول های داشته باشم این وسایط توقف بره. اما دو بود، هر دو موضوع در اینجا هست، یکی که بحث جواسیر هست که حالا یک سرنشین هم باشه بعد این وسایل بره جواسیر بشه، اما یک موضوع دیگه که گفتین دو سرنشین هست و یقینا تمام مشکلاتی هم که امروز ما می‌بینیم، ناامنی هم که میشه توسط افراد میشه که از وسایل استفاده میکنن موتورسیکل و دو سرنشین هم هست، در همین قسمت که وقتی به دو سرنشین هست متاسفانه در گذشته های کار میشد، اینجا نفر موتورسوار نفر خود پیاده میکرد باز از چک پوینت کرد میشد باز دوباره سوار میکرد، چه نوع برخوردی با این افراد میشه؟ آیا وسیله نو انتقال داده میشه یا نه؟ خب نظر به می فیصله که شده، یعنی در کل مدیریت ترافیک خب برای توزیع جوارسیر و پلیت اوضای امنیتی که شخص قومندان صاحب امنیه هدایت دادم، تمام موتورسیکل هایی که افراد از اینا مشکوک به نظر میرسه یا ای که استفاده از دوی سرنشین دارن اینا باید توقف داده شد و به این جنوان تا وقتی که جوارسیر و پلیت قانونی از مدیریت ترافیک اخذ نمیکنم راه نشد و نمی پلیس ادامه داره. در اون موقعی که اگه پلیس ما متوجه به این باشه که تو یک سرنشین پیاده کنی و از چک پوینت فرار کنی، در داخل شهر چک پوینت های وسیع فرا گرفته که به هر چک پوینت اینا برابر بشن مورد بازپرس قانونی قرار میگیره. بسیار عالی، انشالله که این طرح هم نتیجه بده به طوری که شما هم اشاره کردین ادامه داره. اما همین طی چند روز مردم چقدر با شما همکار بودند و چقدر استقبال بکنیم ما، اما چگونه بوده؟ خب ما هر پلانی که داریم پیش از او برای یک هفته در روز اطلاعیه میدیم که حتی به می شبکه شما ما اطلاعیه آوردیم که پخش شده و چندین رسانه دیگه از طریق صفحات مجازی دفتر سخنگوی خود قومندانی امنیه مدیریت ترافیک اطلاعیه پخش شده، برای همه مردم آگهی داده شده که دیگه از موتورسیکل در اسنای دریوری باید استفاده از دوی سرنشین نداشته باشه، هیچ کس هم بالاتر از قانون نیه، باید همه مطابق به قانون به این فیصله که شده
امور اجرا کنم و این موتورسیکل ها هم توقف داده میشه. ولی مردم متاسفانه همکاری زیاد ندارن، چون حال دلیل نمیشه که وقتی در رابطه به امنیت اینا که ما مسئول امنیم، چون ما هم پلیسیم، پلیس ترافیک گفته یک طرحی هست که برای امنیت طرحی هست که ما باید همکاری با پلیس های امنی داشته باشیم و حتی همکاری از که ما برای در هر پست هر جای چک پوینتی که وسایل توقف داده میشه، ما به آن واید موتر آماده میسازیم، میریم اونا رو از اونجا انتقال میدیم به مدیریت طرفی. در این عرصه برای هیچ کس دیگه از اونا تعهد گرفته شده شکایت هم نداشته باشم، به فرق نداره که شو باشه، گدا باشه، یک کس باشه، یک کس باشه، تمام این وسایل توقف داده میشه. بعد بیان جوارسه رو پلید از مدیریت ترافیک بگیرم و هی پولیسه ادامه داره، معلوم نیست شاید تا دیر زمان ادامه داشته باشه و تمام وزارت امنیتی هم روزانه باید 20 بیسراد موتورسیکل اینا جمع آوری کنم بیار. بسیار عالی، تشکر می کنم از شما آقای عاطف. اگر آماده باشیم برای لوحه آموزشی رو ببینیم و اولین لوحه توضیحات جناب آقای میسن بخواهیم باشیم. بله، بازم ما به علایم اختری قرار داریم. در کل دوباره هم تکرار می کنم که علایم ترافیکی به 8 دسته تقسیم میشه، از جمله 5 دسته از اونا لوحه یا تبلوهای ترافیکی و علایم اختریه که در کل اینا 23 لوحه. بعد در اسنای دریوری راننده متوجه به کاهش سرعت باشه، یعنی به دریوری خوب باشه، هر وقت این لوار مقابل به این لوامینه، یعنی هشدار داده، آگاه ساخته که متوجه به رانندگی باشه، کاهش سرعت، سرعت غیر مجاز نداشته باشه، سبقت های بیجا نداشته. یکی از علایم اختریه که سمت وزش باده برای دریور یا راننده نشان داده، مثلا در جاده های خارج از شهر اطرافی نصب میشه و وزش باده نشان میده. بسیار عالی، خب بریم لوحه بعدی رو ببینیم و همچنین ادامه توضیحات امیر صاحب راجع به این لوحه. لوحه بعدی ما دهلیز پیاده روه. دهلیز پیاده رو ما میتونیم از طریق تاسیسات ترافیک هم خط اندازی کنیم، مثلا به سر چاره یا دروازه های مکاتب، دوایر دولتی. متاسفانه ما وقتی این لوحه هم نصب میکنیم خط اندازی هم میشه، راننده ها توجه خاصی ندارن، ما مجبور شدیم که یک نفر پلیس ترافیک اونجا توظیف کنیم، در اسنایی که مثال شاگردا از مکتب بیرون میشه یا داخل میشه اون وسایل توقف. بسیار عالی، لوحه بعدی. خب بله، عبور اطفال. لوحه عبور اطفال که در بعضی از جاده‌ها یا سرکایی که کم عرض باشه، یعنی نشیمن زیادتر به محله یا مسکونه باشه، این لوحه نصب میشه، یا در بعضی جاده‌هایی که مثال بریدگی داره برای عبور اطفال معلومات. و راننده های عزیز باید حتما احتیاط بیشتری بکنن در اینجا که هست. خب لوحه بعدی. لوحه بعدی ما کارگران مشغول کار است، یعنی مثلا تنظیف شارولی در حال پاککاری جاده یا سرکاک است، باید از این لوحه استفاده کنه و راننده ها متوجه باشه که نمی لوحه اخطار داده، هشدار داده که به می ساعت در حال پاککاری هن، متوجه به دریوری خوب باشه. بسیار عالی، لوحه بعدی. عبور حیوانات وحشی گفته، مثلا خارج از شهر بعض از جاده یا سرکایی که جنگلات زیادتر داره یا دشت و این موضوعات، بازم و غریجات گفته راننده ها متوجه باشه، متوجه به دریوری. خود در کل به علایم اختریه باید که راننده متوجه سرعت خوب باشه، متوجه به پرعرض بیدن یا کمعرض بیدن جاده، یا مثال جاده پیش داره گلهی داره، این موضوعات باید. بسیار عالی، خب لوحه بعدی رو میبینیم. لوحه بعدی ما عبور ایوانات اهلی رو هست. بله، اونجا مثلا در غیر جاده دیواد وقتی استفاده از رانندگی یا دریوری دارن، باید متوجه به این تبلوها باشه، خصوصا در مناطقی که مسکونی هست و وقتی که عبور مرور حیوانات اهلی هست. خب میریم لوحه بعدی رو میبینیم و لوحه بعدی ما سقوط از ارتفاع گفته، مثلا کنار بر، سایل، دریایی 100 متر، 50 متر یا 150 متر نرسیده به مو موقعیت نصب میشه که متوجه باشه سقوط از ارتفاع. مثلا حال بعض از جاده یا سرکا پول و پلچک تخریب شده، این لوحه نصب میشه و
و در مثلا در جاده یا سرکایی که کنار بر یا سایل و دریا اینا باشه. بسیار عالی. آخرین لوحه هست اشاره میکنند که آخرین لوحه هست آخرین لوحه ما هم اشارات ترافیکیه، یعنی سیگنال های برقی، و این هم در بعضی از چاره یا که مثلا جاده پیش داشته باشه یا گوله، این 100 متر یا 150 متر جلوتر نصب میشه که راننده هشدار داده، آگاه ساخته که تو 100 متر بعد میرسی به چهارراه، یعنی به سیگنال های ترافیکی. فعلا ما به شهر ایراد تو چاره ای نداریم که به پیچ یا گوله ای برا باشیم، به جلال آباد بعض جاده های هست. خیلی عالی، توضیحات بسیار خوبی شما، انشاءالله که بیننده های عزیزم حتما از این توضیحات استفاده کرده باشند. تشکر میکنم جناب امیر صاحب، انشاءالله که آرزوی موفقیت میکنم در همه ابعاد که میخوایم کار بکنیم، فعالیت بکنیم، خصوصا در طرحی که شده و شما هم همکار هستین. میخوایم پیام شما رو داشته باشیم، خصوصا در قسمت تطبیق نمی تر همکاری مردم. تشکر. من از عموم همشهریان عزیز به خصوص والدین گرامی خواهش می است که اولا وسایط به دسترس اطفال زیر سن قرار ندن، دوما نمی موضوع یا همی فیصله که شده ای امروزه جریان داره، تمام اوضاعات امنیتی و پرسنل مدیریت ترافیک با همکاری یک دیگر ای پروسر تطبیق میکنه، و از مردم هم خواهش مندم که در اسنای تطبیق از این پروسه، یعنی با پلیس یا پلیس ترافیک چی امنیتی اینا باشن، برخورد زشت نکنن. اینا هم وظیفه داده شده، مجبورین که ما برای تامین امنیت مردم، برای از اینکه جلوگیری از حادثات ترافیکی یا کاهش حادثات ترافیکی باشه، این پروسه ادامه داره و برای قانونی برن بیتر. و اندازه مسئول موتورسیکل هایی که هرچه که نوتر باشه، یعنی جدیدتر وارد شده باشه، اینا کمتر میشه و تشویش نداشته باشن. کارم در مدیریت ترافیک، یعنی به یک روز یا یک نیم روز جوارسه رو پلید به خدمت زینات. بسیار عالی، تشکر میکنم از حضور شما در برنامه، صحبت بسیار خوب و طرح بسیار عالی بود، انشاءالله که موفق باشید. تشکر از شما. خب سپاسگزاری میکنم از شما خوبان بیننده های عزیز و اینکه ما رو همراه بودید. واقعا شهر آرام در گروی هست که ما شهروند مسئول و شهروند قانونی باشیم، و تا زمانی که ما قانون پذیر نباشیم یقینا کمی مشکلات هست. بحث امنیت قبلا هم اشاره کردم، دولت هم درست مشکلات هست، نمیگیم نیست، اما ما هم باید کمی فکر بکنیم طرحهایی که میشه به خاطر امنیت هست ببینیم تطبیق بکنیم. ما واقعیت میبینیم یک سکل 3 نفر 4 نفر هم از او استفاده میکنن. آخه این موارد هم جان خودشان در خطر است، و همین که حالا شاید همه ما یا بیشتر از ما خود طبعا خدای نخواسته دست به ترور افراد نمیزنه، اما برای شناسایی یک تعداد مردم باید این طرحها تطبیق بشه، برای شناسایی بشه. به ما بر نخوره وقتی که دو پشته هستی به ما میگن یک پیاده بشه، و ما بعد ما نباید بیای. انشالله که این طرح ها با دولت و پلیس انشالله همکاری بکنیم تا اینکه این مشکلات و دغدغه ها رفع بشه. وقفه آماده هست، بعد از وقفه هستیم با شما همکاران اشاره میکنن. قرار امروز با بیننده باید بگذاریم، قرار هست با هم میایم.